بسم الله الرحمن الرحیم. دیدم به چشم خیش غمی ناشنیده را، در یک غروب سرخ بلای عدیده را. با ناله ام زمین و زمان گریه می کنند، از مادر ارث برده ام این اشک دیده را. من با همین لبان خودم نیمه های شب بوسه زدم گلوی بریده را. یادم نمی رود که چگونه مقابلم، بستن دست عمه قامت خمیده را. هنگام جا به جایی سر روی نیزه ها، دیدم شکاف هنجر و خون چکیده را. لعنت بران که مرکب خود نعل تازه زد، دیدم سپاه روی بدنها دویده را. بزم شراب و تشت طلا جای خود، ولی خون کرد صحنه دل مهنت کشیده را. دشمن کنیز خواست و دیدم و چشم خیش طفل یتیم و وحشت و رنگ پریده را. السلام علیک یا علی ابن الحسین یا زین العابدین. سال روز شهادت امام سجاد، امام زین العابدین علیه السلام را تسلیت عرض میکنم و خدمت شما بینندگان محترم سلام عرض میکنم. امیدوارم که طاعات عباداتتون قبول باشه، حال دلتان خوب باشه. روز جمعه است و در برنامه مصباح هدا بار دیگر توفیق حضور نصیب ما شد و خوشحال هستیم که بار دیگر خدمت شما رسیدیم و مهمان نگاه های مهربانان شما شدیم. امروز با موضوع عوامل کسب توفیق در خدمت مهمان بزرگوار استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام والمسلمین روحانی هستیم. جناب استاد خیلی خوش آمدین. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همچنین بینندگان محترم و سال روز سعادت امام سجاد سلام الله علیه رو هم تسلیت عرض میکنم. سلامت باشین. خب در بحثی که در خدمت شما بودیم، عوامل کسب توفیق در زندگی بود. در بحث های گذشته اگر بینندگان عزیز به یاد داشته باشن، ما انواع پیوندهایی که می توانیم با قیام امام حسین و ابا عبدالله داشته باشیم رو شما بیان فرمودید و یکی از ابعاد بعد عاطفی بود و یکی از ابعاد بعد اخلاقی بود. در از همین بعد اخلاقی روزنه گشودید به بحث خودمان که عوامل کسب توفیق باشه و فرمودید کسانی که در رکاب امام حسین چه کسانی توفیق یافته بودند و چه کسانی توفیق باخته بودند، به این منظور که اینها الگوهای بسیار درخشانی هستند برای درس آموزی ما در درس کسب توفیق. خب ما موضوع اصلی که عوامل کسب توفیق را هم عوامل کسب توفیق هست را هم شروع کردیم. شما فرمودید که از خود آگاهی بحث کردید و خود آگاهی بود و تفکر بود و کسب و کار و تلاش بود و امروز در خدمت شما هستیم که با این سوال که چه عوامل دیگری ما را برای داشتن یک زندگی موفق و کسب توفیق یاری میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از که بحث رو خلاصه ارائه کردین. خواهش. جزء عوامل دیگری که باز در همین زمینه قابل تر هست اینه که انسان گوش شنوایی نسبت به موعظه داشته باشه و اجازه بدهد که در معرض نصیحت دیگران قرار بگیرد.
در روایت از امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرمایند که من استنصح الله وفقه، یا من استنصح الله حاز التوفیق. او کسی میتونه توفیق رو به دست بیاره و حیازت کنه که اهل نصیحت پذیری باشه. اینجا استنسخه دارن، باب استفعال هست، یعنی انسان باید دنبالی رو بره، یکی یک خودش زمانی بخواه. بله، یک زمانی به گوش انسان وعظی برسه، نصیحتی به گوش انسان برسه نه، بلکه باید اثر شیدایی باشه. اثر ببخشید، چون بینندگان برنامه ما عموم مردم هستن، من اینو معنا کنم استنصحه یعنی درخواست نصیحت. بله. درست عرض میکنم؟ طالب نصیحت، طالب باشه نصیحت. انسان جویای نصیحت. بله. این خیلی مهمه، به گوش انسان برسه تا اینکه انسان دل به اون آموزه بده خیلی متفاوته. اگر انسان این نصیحت رو بفهمه و گوش کنه و دل و جان به او بسپاره، میتونه مسیر موفقیت رو در زندگی برای خود خو هموار کنه. کمایی که روایات ما هم همین رو میگن. شما نگاه میکنین حتی خدای متعال هم در قرآن بزرگان، شخصیتی مثل شیخ الانبیا حضرت نوح رو داره موعظه میکنه، انی اعظک ان تکون من الجاهلین، در سوره هود برای جناب نوح گفته میشه که جناب نوح مدارم تو رو نصیحت میکنم، یا خطاب به پیغمبر اما گفت سخن را روی با صاحب دلان است، نگویند از حرم الا به محرم. به پیغمبر میگه که ماها هم متوجه باشیم، قل انما اعظکم بواحده، یک نصیحت برای شما دارم، یک موعظه و سفارش هست و اینه که انتقوموا لله، در زندگی هر کار میکنیم کار شما خدایی باشه، سمت و سو و جهدهی کارهای شما به طرف خدا بوده باشه، رنگ و بوی خدایی داشته باشه. بله، صبغت الله باشه به تعبیری. خب یعنی چی؟ یعنی که انسان در معرض نصیحت قرار گرفت، از نصیحت بتونه کمال برخورداری رو بکنه. همون که در ادبیات ما هم جناب خواجه میگه که نصیحت گوش کن جانا، که از جان دوستر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. گاه میشه از طریق همین موعظه ها انسان راه رو از چاه تشخیص میده. وقتی که یک پندی به گوش انسان برسه، در پرتو همین پند انسان میتونه بندهای اسارت رو از دست و پای خود باز کنه. اگر انسان به این نصیحتی که شنید ترتیب اثر داد، میتواند به موفقیت هم در زندگی دست پیدا کنه. ما دو رقم واعظ داریم در زندگی. این چیزی که عرض میکنم مضمون و مفهوم روایت امام باقر سلام الله علیه هست که فرمودن در هستی انسان میتواند دو رقم واعظ داشته باشه. یک واعظی از درون انسان است، کار اشتباهی کرده، سخن نابجایی از انسان صادر شده است، از درون او رو نهیب میزنه که این چرا کردم، چرا دادم پیام، سوختم بیچاره را زین گفت خام. خب چرا این حرف رو زدی؟ همون که در قرآن داریم و نفسین و ما سواه، از درون میای انسان رو نهیب میزنه. نفس لوامه داریم در سوره مبارکه قیامه که چرا این کار رو کردی، چرا این نگاه رو کردی، چرا این مثلا حرف رو زدی. این میشود واعظی از درون. و یک واعظ هم همین واعظین بیرونی هستن. حالا واعظین بیرونی توسعه فراوانی دارند، اشیاء مختلف و متعدد میتوانند به عنوان واعظ انسان باشند. همون که گفت به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، اگر انسان به کوه و در و دشت نگاه کنه میتونه از درون انسان اونها درس بره، زندگی خود یاد بگیره. همون که بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، که این اشارت به جهان گذر ما را بست. در واقع انسان مؤمن باید پس همه هوش و حواسش باید جمع باشه و که این دنیا کلن درس زندگی میتونه به انسان بیاموزه. جناب استاد، جا داره که سوال مطرح شوه که انسان اون نصیحتی، آیا هر نصیحتی رو باید بپذیره، یا اینکه نصیحتی که آدم به توفیق میرسانه و پله های موفقیت رو برای در پیش روی انسان هموار میکنه؟ بله. چی ویژگی هایی باید داشته باشه؟
در خود مقوله نصیحت، انسان وقتی که اشتقاق او میایه دقت میکنه، جواب فرمایش حضرت عالی نهفته است. نصح یعنی او خالص از هر چیز. گاه انسان رو دارن نصیحت میکنن، اما در کنار این نصیحت، انسان وقتی که پشت این نصیحت رو میبینه، متاسفانه بیشتر قرار است انسان رو تحقیر کنن، بیشتر قرار است انسان رو مذمت کنن. این نصح نیست، درست، این نصیحت نیست. نصیحت یعنی یک مسیری که توأم با خیرخواهی است و از سر اخلاص هست، بله، و هیچ گونه غرض ورزی هم در او دیده نمیشه، این میشود نصیحت. و قطعا اگر کلامی بوده باشه برای خدا در جهت اصلاح و تربیت و توأم با اخلاص از زبان و بیان کسی به دست ما برسه، یک نورافکنیه که میتونه فضاهای تاریک زندگی رو برای انسان روشن کنه. درست، بله. خب در واقع پس هم کسی که نصیحت میکنه باید انگیزش از این نصیحت انگیزه درست و خدایی باشه، یعنی قصد اصلاح را داشته باشه. آیا همین فقط کافی هست یا ای که روش های اصلاحی نصیحت هم، یعنی اون نصیحتی که بخواید طرف مقابل رو کمک کنه و او را از او گرفتاری و از او تاریکی که هست نجات بده، باید یک روش درست هم انجام شود؟ باید ادبیات موعظه را هم مد نظر بگیریم. ادبیات نصیحت و موعظه لطافت است، یعنی ملایمت. لذا خدا به حضرت موسی میگه وقتی که میری پیش فرعون نرم و ملایم سخن کن، حتی در برابر فرعون، بله، فقولا له قولا لینا، اگر نرم و ملایم حرف بزنی، لعله یتذکر او یخشا، شاید حرف تو رو بپذیره. دل فرعون با این که سخت هست، سفت هست، اما شاید یک لرزه‌ای، تپشی در او ایجاد بشه، البته به شرطی که همین موعظه توأم با ادبیات صحیح باشه. قرآن رو نکنه، وقتی که جناب لقمان قرار است فرزند خود رو نصیحت کنه، خدا میگه و از قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله، یا بنی یعنی عزیز من، هستی من، فرزند جگرگوشه من، بله، یعنی محبت کردن، بله، یعنی در کناری که داره او رو موعظه میکنه، دنیا دنیا لطف و محبت رو هم خرج او میکنه. گاه موعظه است اما کوبیدنه، گاه موعظه هست اما به تعبیر عقد ترغانی است. اینو به درد نمیخوره. چرا؟ چون ادبیات موعظه در اون به کار نره گرفته شده. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نامه 31 نهج البلاغه، وقتی که امام مجتبی ابتداعا و بعد تمام فرزندان معنوی خود در پهنای تاریخ دارن موعظه میکنن، باز از همین ادبیات استفاده میکنن. یعنی هم وعظ، هم ارشاد، هم نصیحت، هم خیرخواهی، و در کنار همه اینها لطافت و مهربانی. سعدی گفت که لطف کن، لطف که آزاده کنی حلقه به گوش، بنده حلقه به گوش ار ننوازی برود. اگر میخواهی دیگران رو اسیر خود خوب کنی، باید به اونها محبت کنی، باید لطف کنی. اینجا هم همین رقمه. موعظه میتونه به کار انسان بیاید که علاوه بر اون فاکتورهای اصلی که عرض کردیم در بحث موعظه، از طرف او کسی هم که واعظ هست، غلظتی، خشونتی، صعوبتی به کار گرفته نشه. زبان موعظه لینت، نرمیست، مدارا کردن است. فقط خداوند در قرآن صراحت فرموده که پیامبرم، خطاب به حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، که اگر تونخو و درست گفتار می بودی، کسی را در اطرافت نمی دیدی و تنها می ماندی. لو کنت فظاً غلیظاً قلب لانفضوا من حولک. خب این رو خود انسان به وجدان درک میکنه. این انسان خودش یک سری مسائل رو با فطرت خودش، با وجود خودش درک میکنه. با یک بچه خردسال، با یک طفل خردسال هم اگه انسان بخوای با خشونت صحبت کنه، همو دفعه اول او پس میزنه دیگه. اصلا دفعه بعد اگر با او مهربانی هم شود، چون او خشونت رو از انسان در دفعه اول دیده، او مهربانی ها رو هم نادیده میگیره. مهم اینه که انسان خود رو در معرض این نصیحت قرار بده
و برترین نصیحت هام همون نصایحی است که خدا به بشریت داره. حرف خدا رو گوش کردن، همون که قرآن فرمود استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم، حرف خدا کلام پیغمبر رو قبول کنید او زمانی که شما رو فرا میخوانند به خاطر اینکه به شما یک حیات ببخشند، یک زندگی ببخشند. این زندگی یعنی یک زندگی معقول به تعبیر علامه جعفری، یعنی یک حیاتی که در همه دنیا زمین ساز حیات طیبه برای انسان بوده باشد. نصایح الهی که امر و نهی خداست، تکالیفی که از جانب خدا از جانب شارع مقدس به دوش ما گذاشته شده، اگر اینها رو انسان بفهمه و عمل کنه، دل به آموزه های دینی بسپاره، انشاءالله حتما به اون گوهر توفیق و موفقیت در زندگی دست پیدا میکنه. بسیار عالی، بهره بردیم. نکته دیگه این است جناب استاد که بعضی ها خودشان را بی نیازی از نصیحت میدانه. خب اینم یک مانع درونی هست، با اینا چی میشه گفت؟ ما از پیغمبر اسلام شخصیتی برتر و بالاتر نداریم. او کسیه که عقل نخست علت تام وجود، والی امکان و خداوند جود. اول ما خلق الله نوری، اولین موجود پیغمبره، نور عظمت پیغمبره. اما همین پیغمبر هم گاه وقتی که جبرئیل محزن را میرسید میگفتن که یا اخا جبرئیل ازنی، میشه مر موعظه کنی؟ اولین و برترین تربیت یافته مکتب پیغمبر آقای عالم امیر المؤمنینه. یکی از شاگردهای متوسط امیر المؤمنین خب ابن عباسه. گاه ابن عباس رو صدا میزدن، بعد میفرمودن ابن عباس بیا بینشین چند جمله مر نصیحت کن. تعجب میکردم چی یاد دارم؟ و همون چیزی هم که یاد گرفتم بلبل از فیض گل آموخت سخن ورنه نبود، این همه قول و غزل تعبیه در منقار شما به زبان مجاری کردی، حال ما چی بیام شما رو نصیحت کنم؟ امیرالمؤمنین فرمودن در شنیدن چیزی است که در دانستن نیست. خیلی از ما مسائل رو ای بسا خوب تشخیص بدیم، میفهمیم، اما عمل کردم و چیز دیگر است. قرآن رو نها کنید، برخی از آموزه های قرآن اینو جنبه تعلیمی نداره، بلکه سبغه تذکری داره. چرا؟ چون من رو یاد دارم. هر کسی میفهمد که هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر کسی به تو خوبی کرد، خیری به تو رسون، تو هم به او خیر برسان، خوب بخواه بریو. میگه و بالوالدین احسانا، یک بچه کوچیکی هم اشتوکی هم میفهمه که و بالوالدین احسانا یعنی چی؟ یعنی انسان پدر مادر خور حرمت بگذاره. خب این که همه میفهمن چرا در قرآن آمده؟ به خاطر اینه که اینجا بیشتر اون جنبه تذکر مد نظر هست. میدانیم که باید حرمت پدر و مادر رو رعایت کنیم، اما متاسفانه یاد پدر نمی کنن این پسران ناخلف. خب میشه این قسم نتیجه گرفت که اینی کسایی که خودش بی نیازی از نصیحت میدانن شاید یک نوع دچار همون جهل مرکب هست. در بحث دانش آموزی و معرفت اندوزی هم قدم اول این است که انسان احساس نیاز کنه و خودش دانای کل ندانه. وقتی که احساس نیاز کرد، حالا او در بحث علم آموزی و دانش هست و در بخش اخلاق و نصیحت پذیری هم اگر کسی خودش ناقص بدانه یا در واقع خودش بشناسه، این قدم اول است که احساس نیاز به گفته های دیگران میکنه، چون میگه که من که همه چیز نمیدانم، پس کسای دیگه هم هست که اونها ممکنه نکاتی رو بدانه، از خیر و صلاح مرا بدانه، و وقتی هم که او با روش درستی رو بیان میکنه من باید بپذیرم. دیگه ما برترین و بالاترین مصداق که شخصیت اول عالم هستند، پیغمبر اسلام سلام الله علیه رو محضر شما عرض کردم که بقیه انسان ها جایگاه و قربش نست. بسیار عالی، اگر اجازه باشه یک میان برنامه میبینیم و دوباره در خدمت شما هستیم با ادامه بحث. بینندگان محترم، بسیار سپاسگزاریم که تا هنوز همراهی کردید ما را. یک بیان برنامه رو میبینیم و برمیگردیم. برای عدالت مینویسم، نوشته میکنم،
برای روزهایی که عصر عدالت کوچه های دلتنگی را لبریز کند و نسیم شادی بخش شاپرک ها چتری برای دلخوشی شمعدانی ها باشد. به امید روزی که یک بار دیگر صدای دلشین بلال از مأذنهای شهر بلند شود و خستگی را از تن منتظران بزداید. به امید روزی نوشته می کنم که پیچک‌های عاشق از روشنای پنجره ها بالا روند و دست در دست ابرها با آسمان پیوند خورند. دلخوش هستی برای فردایی که بهار پیراهن سبز خود را برتن کند و پروانه ها تمام کوشه باغ‌ها را با بال‌های طلایی خودشان جارو کنند و زمین از دست‌های مهربان باران فراوانی بنوشد و آنگاه است که مطمئن می‌شوم هزار آینه می‌روید به هر جا می‌نهی پا را. همین قدر است و می دانم هوایی کرده ای ما را. میان چشم هایت دیده ام قد می کشد باران و اندوهی که وسعت می دهد بیتابی ما را. یا صاحب الزمان، آقای مهربان، هزار و این همه سال است که خنده ها از لب ها گرفته شده و کوچه های امید در حسرت یک بهار ماندگار تکیده، احساس ها در خود فراموشی خاموش می شود. وقتی که پرچم های رنگارنگ تصویر بر فراز ویرانی های تمدن جاهلیت امروز در اهتزاز باشد، در روزگاری که پرستوها از سرزمین وجودشان کوچ می کنند و تحمل سوز تازیانه های فراق را ندارند جان می کنید، دریاها در رکودی و وسعت یک باور می میرند و از دل دریاها مردابها جان می گیرند و ماهی های سرخ عاشق در حسرت امواج خروشان دریا پولک های طلایی خود را در تنگ کوچک تنهاییشان میشویند و فریاد میزنند. ای آخرین ترانه و ای آخرین بهار، بازا که بی حضور تو تلخ است روزگار. مولای سبز پوش من، مولای سبز پوش من، ای منجی بزرگ، تعجیل کن که تاب ندارم در انتظار. سلام مجدد خدمت شما بینندگان محترم. خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم در برنامه مصباح الهدا. این برنامه را شما می توانید هفت روز هفته ساعت 8 شب به وقت کابل و تکرار او را هم فردای او روز بعد از اذان ظهر کابل تماشا کنید. امیدوارم که برنامه های ما پسند شما شود و برای شما استفاده داشته باشه. خب طبعا برای بهبود هر برنامه انتقادها راهگشا هست، پیشنهادها بسیار بسیار مفید هست. خدمتکاران شما در تلویزیون جهانی هادی مشتاقانه منتظر شنیدن نظرها و دیدگاه‌های شما و انتقادها و پیشنهادهای شماست. شما می توانید
این انتقادها و پیشنهادها و نظرهای دلسوزانه خودتان را از طریق شماره واتسابی شبکه با ما در میان بگذارید. مثبت 964-780-255-4013 پل ارتباطی ما با شما هست. در کنار واتساب شما برنامه های ما را همزمان با پخش زنده از ماهواره می توانید در یوتیوب، آپارات، فیسبوک هم تماشا کنید. همینطور در اینستاگرام و تلگرام هم برنامه های ما را می توانید دنبال کنید. امیدواریم که این برنامه ها برای ما و شما مفید باشه و همینجا عرض کنم که از دعای خیرتان هم ما را فراموش نکنید. خب در ادامه برنامه در خدمت استاد محترم هستیم در با موضوع عوامل کسب توفیق در زندگی. خب جناب استاد، بحث نصیحت پذیر رو فرمودید که چه نقشی در توفیق انسان داره. خلاصش این شد که هیچ انسانی بی نیاز از نصیحت نیست، چون کامل نیست و حتی کاملترین انسان که وجود نازنین پیامبر اکرم و مولای ما امام علی بودن، اینها خودشان را نیازمند نصیحت می دانستن. و همینطور فرمودید که خداوند پیامبران خودش در حضرت نوح پیامبر بزرگوار اسلام را اینها را نصیحت کردند و گذشته از اون آیات نصح و نصیحت کننده در سراسر قرآن بسیار بسیار پررنگ هستند. خب حالا اگر این بحث مانده که در خدمت شما هستیم، اگر این بحث تمام شده بفرمایید که دیگر چه عاملی سبب کسب توفیق ما در زندگی است؟ بله، جزء عواملی که باز میشه در همین ردیف انسان او رو یاد کنه اینه که انسان در زندگی اهل دعا کردن باشه، اهل ارتباط و مناجات با خدا باشه، سر و سر با خدا و هستی آفرین بوده باشه. میتونه انسان رو پیوند بده به دریای عظمت خدای متعال. در قرآن هست که آمدن محضر پیغمبر اسلام صلوات الله علیه و سوال کردن که خدا چی رقمه نزدیک به ما هست که وقتی با او حرف میزنیم آهسته صحبت کنیم یا نه دوره، نیاز به اینه که انسان یک مقداری با صدای بلندتری با او گفتگو کنه. آیه نازل شد که و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب. خدا خیلی به شما نزدیکه و این قرب هم قرب مکانی نیست. بله. قرب که بنده و شما کنار هم هستیم یا مثلا یک اشیای از ما دور هست، نعوذ بالله با خدا ارتباط نداره. اینجا قرب قرب شعنی است. فانی قریب و نیار نزدیکتر از من به من است. بعد می‌فرماید که یار مهربان نزدیک به شما باید او رو بخوانید. فلیستجی بودی ولیؤمنو بی، بیاید خدا رو بخوانید، خواندن شما هم توأم باور و اعتقاد بوده باشد. بله. جهنتی و چیه؟ میگه لعلهم یرشدون. اگر اهل دعا باشید، اهل ارتباط و مناجات با خدا باشید، مسیر رشد یافتگی رو میتوانید در زندگی به پیمایید. و یه هم خیلی مهمه که انسان اگر طالب رشد هست، اگر میخواهد او دوتا مقولهی که در نوبت اول عرض کردیم در خصوص رشد یافتگی، یعنی هم انسان هدف گذاری های صحیح داشته باشه در زندگی و هم به بهترین شکل و صحیح ترین راه بتونه دست پیدا کنه به این هدف گذاری های صحیح، خب در مقوله دعا دیده میشه. خیلی از معارفی که ما در قرآن داریم در قالب دعا میتونه هر دوی این مسئله رو یک جا به انسان قابل دستیابی کنه. انبیاء عظام الهی اینها همه و همه در قرآن اهل ارتباط و مناجات و دعای با خدا بودند و ما هم به همین دعا کردن امر شدیم. خدا بسیار جالب است، شما فرمودید که ما مأمور به دعا هستیم، یعنی از ما خواستن. بله. یا به ما فرمودن که باید ادعونی استجب لکم. بله، ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. همینجا من چون بعضی آره دیدم که این تصور را مطرح کنم، به این صورت تصورشان این است که میگه خب خدا که عالمی مطلقه. بله. نیازها حکیمم که هست،
دلسوز و مهربان هم که هست، خب ما هم که بندهش هستیم میفهمه که ما چی مشکلاتی داریم، ما چی گرفتاری هایی داریم، چی خواسته هایی داریم و از رگ گردن هم که میگه با ما نزدیکتر، از دل ما خبر داره. خب چی نیازی به این دعا کردن ما؟ خب خودش همی گرفتاری های ما رو برطرف کنه، همی خواسته های بله. ما رو اجابت کنه، چی نیازی که باز ما دعا کنیم؟ یعنی بله. این قسم استدلال ها میکنم، چون این را دیدم بله. در بله. از بعضی ها شنیدم، اینجا مطرح کردم. بله ناکنه در دعا انسان دو تا چیز رو میتونه مد نظر بگیره. گاه دعا برای خواستن است و زمانی دعا برای خواندن است. خواستن یعنی یک چیزی که فعلا من ندارم، از خدا تقاضا یا عرض میکنم، یعنی برم بده، نه؟ این میشه باید خواستن. بله. اما گاه دعا خواستن نیست، خواندنه. در اختیار ما هست، من دارم اون شی رو دارم، اما باز هم از خدا میخواهد. حضرت ابراهیم انسان حکیمی بود، انسانی که اوج حکمت رو خدا در اختیار او داره، اما باز هم میگه رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین، هم به من حکمت بده، هم رو جز صالحین قرار بده. و حال آن که خدا در قرآن میگه و انهو فی الاخرت لمن الصالحین، در دنیا که صالح هست در آخرت هم از صالحانه. اما ببینید ابراهیم با ای که دارای این مقام صلاح هست، باز هم تمنا میکنه، باز هم درخواست میکنه. اینجا برای خواستن نیست، بلکه برای خواندن است. به نظرم بسیار نکته مهم و دقیقی باشه. بعضی از بینندگان ممکنه خواستن که خوب واضح هست دیگه، یعنی ما یک چیزی که خواستیم در زندگی، گرفتاریایی که داریم، با توجه به اینکه ما مؤمن هستیم، ایمانی به خدا داریم، از خدا کمک میطلبیم. منتها خب این خواندن رو اگر شما یک مقدار در مورد بله توضیح اگر بفرمایید بینندگان محترم ملموستر شود. بله در مورد خواندن یعنی که انسان بیایه به خدا بگه که خدایا هر سر موی ما را با تو هزاران سوداست، یعنی یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، یعنی ما محتاج خدا هستیم. ما بند لطف خدا هستیم، گرفتار عنایت خدا هستیم. او چیزی که در خواندن بیشتر مطرحه اینه. پیغمبر اسلام خیلی فضیلت دارن، اما همین پیغمبر اسلام در قرآن هست، خدا اینگونه به پیغمبر تعلیم داده و نحوه مناجات و تکلم پیغمبر با خدا اینه که قول ان زللت فانما ازل على نفسی. پیغمبر کسی که مسلط بر صراط است، اصل صراط مستقیم پیغمبره، نه؟ اما اینجا داره میگه ان زللت فانما ازل على نفسی، اگر دیدیم پام لغزید، من خبطی کردم، خطایی از من سر زد، ای از خود منا. اما و ان اهتدیتو فبما یوحا الی، اما اگر دیدیم در مسیر هدایت رو به کمال، رو به رشد هستم، ای به خاطر اینه که خدا دست من گرفته. یعنی یک جا تمام فضایل رو منسوب به خدا میکنند و نقایص رو مستند به خود میکنند، زلالت رو از خود میدانند، هدایت رو از جانب خدا. گلبن حسنت نخود شد دل فروز، مادم همت بر او بگماشتیم، به تعبیر حافظ. اینجا هم همین رقمه. در خواندن ما خدا رو میخوانیم به همین جهت، یعنی ما این بگیم خدایا ما محتاج درگاه تو هستیم، ما انسانهایی هستیم که ای بسا نیاز به این داریم که دست ما رو بگیرند، بر صراط مستقیم ما رو هدایت کنند. نه؟ حالا یک عده ای از انسانها هستند، اونها تقاضای نا در اهدن صراط المستقیم، به تعبیر برخی از مفسرین ثبتنا علی صراط المستقیم، یعنی ثابت قدم بر صراط مستقیم باشیم. ما که حال در صراط مستقیم هستیم، خدایا لغزشی خطایی از ما سر نزنه، لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، صورت نگیره. خب اما یک عده ای از انسانهای برتر در طول تاریخ هستن، مثل خود امام زمان که امروز در دعای ندبه میخوانین یبن الصراط المستقیم، تو فرزند صراط مستقیمی. امیر المؤمنین فرمودن انا نبع العظیم و الصراط المستقیم،
اون نبع عظیم قرآن ما هستم، اون صراط مستقیم قرآن ما هستم، امام زمانم میشه فرزندی. خب اینا چرا دارن مگن اهدن الصراط المستقیم؟ شما که داری صراط مستقیم میگی مرا هدایت کن، خود شما صراط مستقیمی. این از باب همین خواندن است. یک تعبیری در کلام برخی از بزرگان علم اخلاق هست در کتابهای دعایی، میگن دعاها گاه جنبه انقطاعی داره. انقطاعی یعنی قطع شدن از استجابت، یعنی قرار نیست این دعا مستجاب بشه. چرا؟ چون مستجاب شده، قبلها مستجاب شده، و ای که از زبان و بیان این دعا کننده داره صادر میشه بیشتر جنبه این رو داره که ارتباط خود رو با خدا بیای مستحکم کنه. و داستانی که مطرح میکنه در مثنوی که آن یکی الله میگفتی شبی تا که شیرین میشد از ذکرش لبی، گفت شیطان آخری بسیار گو، آن همه الله را لبیک گو. هر شب ور میخست با خدا مناجات میکرد. یک شب یک ابلیس صفتی به خوابی آمد، گفت هین یه همه دعا کردی چی به تو دادن که باز هم میری در خانه خدا، همه مردم خواب هستن، تو بلند میشی نماز میخونی عبادت میکنی. او شکسته دل شد و بنهاد سر، دید در خواب و خضر را در خزر. گفت هین از ذکر چون وامانده ای؟ از چه پشیمانی از آن که خوانده ای؟ یک انسان معنوی به خوابی آمد، گفت حجی امشب بلند نشدی نماز شب بخونی، ارتباط با خدا را امشب تعطیل کردی، چرا؟ گفت راست و حقیقت لبیکم نمی آید جواب، زان همی ترسم که باشم رد باب. گفت تمام مشکل اینه که هی من یاربه یاربه یارب میگم، اما از اون طرف عبدی بنده من گفته نمیشه. برگشت بری و گفت که آن همه الله تو لبیک ماست، وان نیاز و سوز و دردت پیک ماست، زیر هر یارب به تو لبیک هاست. ای که تو لبیک نمیشنوی اما الله میگی، همین الله گفتن تو پژواک و ترجمان لبیک الهی است. خیلی ها هستن این توفیق رو ندارن، تو بلند میشی با خدا حرف میزنی. جان جاهل زین دعا جز دور نیست، زان که یارب گفتنش دستور نیست. بر دهان و بر دلش قفل است و بند، تا ننالد با خدا وقت گزند. اینجا گاه همین رقم بزرگوار، انسان نیاز به این دارد که با خدا بیای حرف بزنه، و حرف زدن با خدا به انسان رشد یافتگی عنایت میکنه. گاه ما دعا میکنیم که به یک چیزی برسیم، درب بسته ای هست، گفت بس در بسته به مفتاح دعا باز شود. با این دعا انسان میایه درب بسته مقابل خود رو باز میکنه. اما گاه اصلا در به بسته مقابل انسان نیست که با دعا آدم بخواد او رو باز کنه با کلید دعا، اما باز هم دعا میکنیم. چرا؟ چون میخواییم خود رو پیش خدا شیرین کنیم، و این شیرین شدن پیش خدا یعنی توسعه یافتگی. این شیرین شدن پیش خدا یعنی که انسان داره مسیر رشد رو میپیماید، مسیر توفیق رو داره طی میکنه. چون سال روز شهادت امام سجاد سلام الله علیه هم بود، شما نها کنین در صحیفه سجادیه یادگار و ماندگار امام سجاد علیه السلام، امام چقدر دعاهای فاخر زیبا و راهگشایی دارن. همینه، من میخواستم که عرض کنم که خود شما فرمودید این بحث خواندن در دعاهایی که از ائمه رسیده، حالا شما امام سجاد علیه السلام رو نام بردید، در دعای کمیل، در دیگر دعاهای معصور و منصوب به معصومین، اینها با خدا بسیار بسیار راحت هستند و یک نوع انسی داره که آدم افسوس میخوره که ما چقدر از این فضاهایی که این بزرگواران در اون زندگی میکردن و تصوری که اینا از خداوند داشتن و تصوری که اینا از دعا داشتن، ما چقدر از این معانی متاسفانه به دور هستیم. بحث خوبی رو مطرح کردید با توجه به این که در روز شهادت امام سجاد، امام زین العابدین علیه السلام قرار داریم، البته بنا به یک روایت، به یک روایت که 12 محرم هست، حالا به یک روایت 25 محرم. و از او طرف هم که ما میبینیم امام زین العابدین
یکی از مسائلی که در زندگی ایشان بسیار بسیار پررنگ هست همین دعا هست. حالا با توجه به اون وضعیتی که بعد از حادثه عاشورا پیش آمد و موقعیتی که جامعه شیعه و امام معصوم قرار داشتن، خب میبینیم که یکی از کارها و یکی از موضوعاتی که بسیار بسیار به صورت درخشان و در حد اعلا میراث گرانبهای امام سجاد برای ما مانده همین دعاهای صحیفه سجادی است که منسوب به ایشان هست. چی بجا که همی که از شخصیت ایشان تجلیل شوه و به درستی در حد توان این برنامه ارتباط معنوی و قلبی با حضرت برقرار کنیم، ادامه بحث رو اگر شما اجازه بدید سوق بدیم به سمت امام زین العابدین علیه السلام. خیلی خوبه، خیلی خوبه. میشه بین هر دو تا رو هم جمع کرد، پیوندی بین اصل بحث ما و وفادار بودن به اصل بحث و همچنین مناسبتی که ایجاد شده. امام سجاد سلام الله علیه تقریبا بعد از عاشورا حدود 35 سال زندگی کردن. درست. خب به ضمن این که امام قرار هست ناخدای کشتی تقریبا به گل نشسته امامت بوده باشه، به بهترین شکل آمدن این کشتی رو امام هدایت کردن. اون رسالات الهی که تبلیغی و وظیفه امام بود، الذین یبلغون رسالات الله، رو به بهترین شکل امام انجام دادن. اجازه بدین یک ترسیم کلی از شرایط زمانی امام سجاد علیه السلام رو داشته باشم و بعد اون راهکار و شاه کلیدی که امام سجاد برای مدیریت و راهبرد جامعه داشتن رو هم انشاءالله اگر فرصت بود به بحث بنشینیم. خب امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن، به بدترین شکل امام رو به شهادت رساندن، سر از تن مبارک حضرت جدا کردن، اهل بیت حضرت رو به اسیری گرفتن، به شهرها چرخاندن که انه دیگه تصور کنند هیچگاه یک شخصی به پرچم داری اهل بیت هیچگاه قیام نکنه. گفتند دیگه ریشه این پیروان اهل بیت با سربریدن حسین ابن علی بزرگنا در کربلا خشکانده شد. اما یریدون لیطفئ نور الله به افواههم والله متم نوره ولو کره المشرکون. خدا کشتی آنجا که خواهد برد وگر ناخدا جامه برتن درد. امام سجاد علیه السلام در یک شرایط خیلی سخت جریان تشیع رو راه بردی کردن، از جمله که خب وقتی نگاه میکنیم غالب مردم از اهل بیت علیهم السلام فاصله گرفته بودن. در منابع تاریخی هست، در منابع روایی هم هست، علامه بزرگوار مجلسی به نقل از ابن ابوالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه نقل میکنه که امام فرمودن ما بنا و مکه 20 رجلا یحبنا اهل البیت، در کل مکه و مدینه 20 نفر مرید واقعی ما نداره. یک شخص اومد از حضرت سوال کرد که آجان اوضاع چطور، روزگار به وفق مراد شما میچرخه؟ امام فرمودن ما به خاطر این که فرزند پیغمبر هستم، به خاطر این که سیادت دارم، امنیت جانی ندارم. کنا خائفین بر رسول الله. اما دیگرانی که ارتباط و استنادی به پیغمبر ندارند سایه امنیت بر سر دارند و اصبح سائر المسلمین آمنین به. دیگرانی که ربط به پیغمبر ندارند امنیت دارند، اما می فرزند پیغمبر به خاطر ارتباط به جدم پیغمبر امنیت ندارم. همون که در بنی اسرائیل فرزندان نرمه کشتن، دختران نرمه اسیری، امام دارن کلام خور به یک شکلی ارتباط مندن با همون اوضاعی که در بنی اسرائیل بود. گاه در برخی از موارد امام میآیند دوستان و مریدان و ملازمان حقیقی و واقعی خور اسم میگیرن. از سعید ابن جبیر یاد میکنن، از یحیی ابن ام طویل میآیند اسم میبرن، از ابو خالد کابولی یاد میکنن. تمام اینها کمتر از تعداد انگشتان یک دسته. ببینین چقدر دور امام خلوت شده و امام دارن این مسئله رو مطرح میکنن که من چون فرزند پیغمبر هستم مشکل دارم، دیگرانی که ربطی ندارن
مشکلی هم ندارن. اینقدر مردم دور شده بودن از پیغمبر. خب با توجه به اینکه جریان اموی تمام سعی و تلاششون این بود که حضرت علی و پیروانش رو که حالا علویان میگیم، جریان علوی رو از صدر پایین کشیده بود به گمان خودشون و در واقع عاشورا با اون جنایت هولناک بزرگترین ضربه رو به گمان خودشون به این خاندان و به این جریان زده بودن، تمام تلاششون این بود که مردم را از این خاندان دور کنه. بله. یعنی با توجه به این تلاش ها نتیجهش این شده بود که مردم هم یک ایده زیادی سواد اکثر، بالاخره سواد جامعه، اکثریت جامعه اصلا نمیشناختن. یک ایده هم که احیانا اگر میشناختن شاید از ترس حکومت و قدرت اینها نمیتونستن نزدیک شوند. در همچه فضای امام داره این صحبت ها رو میفرماید دیگه. بله، اینا کنن رابطه مردم با اهل بیت به کمترین میزان تقلیل یافته. از طرف شما نگاه میکنین یک ابتذال فرهنگی هم در بین مردم هست. بله. حسین ابن علی علیه السلام فرزند مستقیم پیغمبر و امیرالمؤمنین به شهادت میرسه، آب از آب تکون نمیخوره. اما وقتی که یک رقاصه، یک مقنیه، یک آوازخوان وارد مدینه میشد، تمام مردم به استقبالی می رفتن. یعنی ببخش جناب استاد، همه جهان اسلامی اون روز به این وضعیت بود، یا که بین شام و عراق میشه یک تفاوتهایی رو گذاشت؟ چون ما در شام و مدینه، یا در واقع به تعبیری اون روز اگه بگیم در شام و حجاز، بله این چیزی که شما میفرمایید به نظرم کاملا مصداق داشت پیدا کرده بود. ولی خب با توجه به اینکه در عراق بعد از عاشورا با فاصله خیلی کمی و اتفاقا در زمان حیات امام زین العابدین علیه السلام قیام های خونین اتفاق افتاد، واقعه حره، قیام توابین و بعد قیام مختار. بله. و بعد از او حتی میایین پسانترها. بله. قیام زید، یعنی یک بخشی از جامعه آرام نبودن. حالا یکی بله. مثلا چی نسبتی با ائمه داشته این قیام ها و ائمه بله. چی موازی در برابر اینها داشتن بحث دیگری هست. بله. با توجه به شما فرمودید که سواد اعظم اکثریت جامعه چون این حالت رو داشت، این سوال بالاخره بله. طبعا ایجاد میشه. ناکنن با توجه به این که ام القرا مکه بود، بله. مدینه هم خواستگاه اسلام بود، بله. پایه‌گذاری اسلام در مدینه شده بود و مرکز قدرت هم شام. بله، مدنیت رو پیغمبر در مدینه اومد ایجاد کردن دیگه، نه؟ بله. خب شما نگاه میکنین حسین ابن علی علیه السلام به شهادت میرسه در مدینه، در مکه خیلی تحول ایجاد نمیشه. بله. اما وقتی که یک آوازخوان میایه مردم به استقبال میشه، تا شهر رو تزیین میکنن، از دنیا میره مکه و مدینه سیاه‌پوش میشه. ابوالفرج اصفهانی در اغانی نقل میکنن که دیدن که یک دختره که یک گوشه نشسته بود، زانوی غم بغل گرفته گریه میکنه. گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت مگر خبر ندارید فلان آوازخوان از دنیا رفته؟ برای گفتن بله، خدا او بیا مرزه رفته، اما یک شخص دیگری در همین حد و اندازه با همین کلاس شعری در مدینه داره زندگی میکنه. عشقها رو از چشمه خوب پاک کرد، گفت الحمدلله الذی لا یخلو حریمه، خدا رو شکر که خدا حرم خور خالی از حجت قرار نداد. یک انسان رزل مبتذل بشه مثلا ولی خدا. این همین ابتذال فرهنگی بود که ما عرض کردم. مردم با خدا خیلی رابطه ندارن، با اهل بیت علیهم السلام هم رابطه نا به کمترین میزان تقلیل یافته. خب در این حالت امام سجاد سلام الله علیه سکاندار هدایت کشتی امامت هستن. من اینا ببخشید اطلاع شما برسانم و همینطور بینندگان که حدود 5 دقیقه از وقت برنامه باقی مانده است و من قول میدم که این تمام وقت در خدمت بله. شما باشه که استفاده کامل رو از محضر شما ببریم. بفرمایید. بله، امام سجاد علیه السلام در این شرایط زمانی که به سر می بردن، خب از یک طرف قراره که مردم رو با آموزه ها آشنا کنند، از یک طرف این ابتذال فرهنگی که در اونها ایجاد شده رو اصلاح گری کنن و سامان بدن. چی استفاده کنن، چی راهکاری رو امام سجاد پیش بگیرن؟ امام
اون راهکار کلیدی خود رو آمدن استفاده کردن از دعا. یعنی اگر معارف به مردم ارائه شد در قالب و محتوای دعا بود. اگر امام علیه السلام میخواستن اون جایگاه اهل بیت رو پیش مردمی که از اهل بیت فاصله گرفته بودن بیان تثبیت کنن، باز در قالب دعا. شما یکی از ویژگی های صحیفه سجادیه که میریم نگاه میکنیم اینه که در قالب دعاهای و ذکر صلوات بر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر موج میزن. اول دعا رو که میخونیم اللهم صل علی محمد و آله و بلغ به ایمانی اکمل الایمان و انته به نیتی الى احسن النیات و به عملی الى احسن الاعمال و به یقینی هینا کنین. امام قرار بگه خدا یا یقین من بالا ببر، ایمانم ایمان کامل باشه، عمل احسن به من بده. اما در صدر کلام خون این درود ما پر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر رو داره، دعا هم که تموم میشه باز ذکر صلوات رو داره. یعنی میفرمایید که این صلوات فرستادن در آغاز دعاهای و در لاولای دعاها و حتی در پایان دعاها در صحیفه سجاده که ما نمونه های زیاده رو میبینیم، حالا گذشته از اینکه خود صلوات طبق بعضی از احادیث باعث میشه، باعث جلب توجه بیشتر خداوند متعال میشه، چون ما از خداوند دعای خود قسمی آغاز میکنیم که صلوات هم خودش دعاست دیگه. یعنی به پیامبر و خاندانش درود بفرسته. پس یه جنبه دیگه هم در دعای امام سجاد داره که اون در واقع یک نوع مبارزه سیاسی است با تلاش خونسا کردن تلاش کسانی که میخواین نام پیامبر و خاندان او را کمرنگ کنن. بله قطعا تأثیر داشته، امام اینا رو مد نظر داشتن. بله خب شما یک بار فرستادیم تمام. بله یکی از آداب دعا اینه که انسان در ابتدای دعای خود در انتهای دعای خود روایت نبوی بله. هم داریم که فرمودن من رو در ابتدا و انتهای دعای خود قرار بدین، به خاطر اینکه این صلوات دعای مستجابه بله. اول و آخر رو که خدا قبول کنه وسط رو هم انشاءالله میپذیره دعای ما. خدای کریم دیگه بعیده که بله. خواسته مشروع دیگه وسط باشه و او را نامیده بله. بگیره. به تعبیر فقها ها تبعوز صفقه نمیشه که یک قسمت رو برداره یک قسم دستشین نیه دیگه. همه بله. با هم باید خدا قبول کنه. امام سجاد علیه السلام در این برهه سخت زمانی بهترین راهکار، به خاطر که بتونه یک جا تمام اینها رو بر اینا دست یافتنی کنه، همین بود که از دعا بیاین استفاده کنن، از مناجات بیاین بهره بگیرن، از این که ارتباط با خدا داشته باشن، هم پیام خود هم اون حرف خود رو به مردم میرساندن و هم از طرفی از گزند حاکمان ظالم زمانه امام مسون بودن. من دارم با خدای خود انس میگیرم، با خدای خود حرف میزنم، اما اون محتواها و در اون مایه هایی هم که لازم بود مردم بدانند رو امام در کلاس دعا داره بر اینا تعلیم میده. این یکی از مهمترین فعالیت هایی بود که امام سجاد علیه السلام انجام دادن و همین فعالیت ها بود که بعدا به ثمر نشست. ما در تاریخ داریم که پیرهن دو تا امام رو آمدن پاره پاره کردن، یکی در کربوبلا از ابی عبدالله الحسین علیه السلام و یکی هم از امام رضا علیه السلام. دعبل ابن علی خزائی و اشعار رو که سرود محضر امام رضا، امام به عنوان سله شعری بری و هم پول دادن و هم لباس خود رو به او عنایت کردن. وقتی که دعبل آمد به قوم، اهل قوم خبر شدن که امام رضا یک هدیه‌ای به دعبل داده، گفتن این رو معذرم از تو بخرم. نفروخ هرچی مبلغ رو بالا بردن، دعبل این کار رو انجام نداد، نفروخ بینن رو. از آخر عده ای از جوانا بعدی که دعبل از شهر نخارج می شد به یک شکلی آمدن پیرن رو از او گرفتن و بعد آخر مصالحه کردن، پیرهن رو گرفتن پاره کردن، یک مقداری پیش مردم به عنوان تبرک، قسمتی هم پیش خود دعبل. ناکنین از امام حسین هم لباس در آورده و پاره پاره شد، از امام رضا. این کجا و آن کجا؟ اما خیلی تفاوته. اگر ما بخواهیم تفاوت ایدیتور بیای مد نظر بگیریم، باید حتما حتما این مدت 35 سال فعالیت امام سجاد علیه السلام رو مد نظر بگیریم که چی رقم پدر امام سجاد پیرنر به این چک
اما نواسه امام سجاد امام رضا رو با دنیای از عظمت و تجلیل لواسر در آوردن پاره میکنن. اینها همون فعالیت های هدفمند و هوشمندی بود که از جانب امام سجاد علیه السلام و کار گرفته شد. هم داره با خدا مناجات میکنه، هم پیوند و ارتباط با خدا داره، و از طرفی به شکل نامحسوس و غیر مستقیم معارف رو هم داره به مردم تعلیم میده، کار خود رو داره انجام میده. بسیار عالی بهره ها بردیم از صحبت های شما. انشالله که خداوند توفیق نشستن بر سر سفره قرآن و اهل بیت را از ما و شما نگیره و ما را مشمول دعاهای نیک خوبان روزگار قرار بدهد انشاءالله. اگر اجازه بدهید ادامه بحث رو با توجه به اینکه وقت برنامه به پایان رسیده موکول کنیم به هفته و هفته های آینده. خب بینندگان گرامی، بسیار سپاسگزار هستم که تا اینجای بحث ما را همراهی کردید. شما می توانید تکرار برنامه را فردا بعد از اذان ظهر به وقت کابل ببینید و نگاه کنید. باز هم یادآوری میکنم که از طریق شماره واتسابی برنامه مثبت 964-780-255-4013 می توانید هر نوع نقد و نظر و پیشنهادی که دارید با ما در میان بگذارید و ما از آنها استفاده میکنیم. خب اگر اجازه بدید من بحث رو با دعای از امام سجاد تمام کنم. بسیار عالی. انشاءالله که مشمول این دعای حضرت هم قرار بگیریم. خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و توفیقم ده که بنیکی از بیراهه معصیت براه طاعت بازگردم و با آب توبه پاکم ساز و یاریم کن که گناه نکنم. این دعا بخشی از دعای 16 صحیفه سجادی هست.